به دیدبان خوش آمدید. من مریم زهدی هستم. این هفته مسعود بهنود در مرور مطبوعات از منعکس نشدن اعتصاب قضایی بعضی از زندانی‌ها در مطبوعات خواهد گفت تا جدال بین دولت مردان در دنیای سیاست و مربیان فوتبال در دنیای ورزش. و در ادامه برنامه به چند تا از سوال‌های شما هم پاسخ خواهیم داد. اول اما اجازه بدید سلام بکنم به مسعود بهنود و سوال همیشگی رو بپرسم. در هفته گذشته در مطبوعات ایران چه خبر بود آقای بهنود؟ اولا سلام علیکم. بعدم اینکه مطبوعات مهمترین چیزی رو که داشتند این جدل بین رؤسای دو قوه، وزرا با هم دیگه، شهردار تهران با دولت، دیگه آخر سر رسید به اینکه مربیان ورزشی هم به جون هم افتادند. تقریبا میشه گفت در آخر هفته همه رو نگران کرده بود، نه فقط این جناح یا اون جناح رو، همه رو با هم دیگه، و از هم میپرسیدند که چه خبره در مملکت. در این فضا اون چی رو که در فضای مجازی بسیار بزرگ منعکس شده بود و اونم مسئله اعتصاب قضای آرش صادقی و چند نفر دیگه از زندانیان عقیدتی بود، این هم در روزنامه ها انعکاسی به اون معنی نداشت. بنابراین اون چه که داشت این مجادلات بود، اون چه که کم داشت اعتصاب قضا، در صورتی که در شبکه های اجتماعی واقعا برد زیادی داشت و زیاد بهش پرداختن. بله. خب شروع کنیم از اولین روزنامه. اولین روزنامه اتفاقا اعتماد هست. اعتماد مثل یک دو تا روزنامه دیگه به این موضوع مطالبات زندانیان سیاسی، البته بدون اشاره به اعتصاب قضا، پرداخته. چرا پرداخته و حتی اسم آرش صادقی و همسرش هم تو تیتر آورده؟ به خاطر اینکه در مجلس مطرح شد و آقای حضرتی که نماینده مجلس هست و مدیر روزنامه اعتماد هست یه نامه‌ای نوشت، بنابراین همین این باعث خبر شد. توجه دارین که مسائلی که در بیرون توی شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه از دید روزنامه‌های داخلی علی‌القاعده سورس مطمئن نداره و قابل انعکاس نیست، و بنابراین باید صبر بکنه یه نماینده مجلسی یه کسی حرفی بزنه که در داخل تولید شده باشه و یه منبع موثق داخلی تاییدش کرده باشه. پیرو همین صحبت شما، علی مطهری هم در اینستاگرامش واکنشی نشون داده بود دیروز اگر اشتباه نکنم. بله. در مورد آرش صادقی و علی شریعتی که اون هم قاعدتا اگه بخوان استناد بکنن به اینها باید به نوعی خبر بشه و ببینیمش توی مطبوعات در هفته‌های آینده. شده در حقیقت میشه گفت هر بار که اونها حتی در شبکه‌های مجازی حرف زدن، چون نماینده مجلسند و بنابراین سورس مطمئنن برای روزنامه‌ها، در غیر این صورت خب نه، طبیعی است که به اون اندازه منعکس نمیشه. خب بریم سراغ قانون. قانون یک روز بعد از مناظره به اصطلاح برخورد جناحی که به صورت مناظره درست شد و از تلویزیون پخش شد، آقای کواکبیان که ایشون هم مثل آقای حضرتی نماینده مجلس هست و مدیر روزنامه مردم سالاری از یک طرف و آقای حسین شریف‌مداری مدیر کیهان از یک طرف، این مناظره در چند جا انتقاد شد. حالا انتقاد معلومه که بیشتر افراد از بیان آقای شریف‌مداری انتقاد دارن، کسی از آقای کواکبیان ندیدم که حتی تو روزنامه های اصولگرا چیزی نوشته باشه. اما چیزی که مهمه اینه که اینجا دارید میخونید به عنوان اینکه روزگار آقای شریعت‌مداری گویا به پایان رسیده یا افول برادر روبراه حسین، نوشته روزگار شریعت‌مداری روبراه نیست. آره، بعد این تعبیر به خاطر این نوشته شده است در قانون که معتقد است که در چند جا آمار ارقام به طور وضوح قاطی شده بود در ذهن آقای شریف‌مداری و بعد یه تأکیدهایی میشد که این به قول شما فکچوئل نبود، در نظر فکچوئل درست نبود و به اصطلاح چیز نشده بود، ویراستاری نشده بود خلاصه، و چند جا هم موضوع به طور کلی فراموششون شد. چیز کرده، ایراد گرفته یا انتقاد کرده یا گزارش داده است قانون که به نظر میرسه حضور آقای شاهین‌فر که فوت شد به عنوان نفر دوم کیهان مؤثر بوده است و نبودش الان خودشو داره نشون میده.
خب بریم سراغ روزنامه جوان آقای بهنود. به طور کلی در جدالی که بین رئیس مجلس و رئیس دولت درگیر هست و تقریبا هفته رو پوشوند، روزنامه سپاه احتیاط آمیز روبرو شد. یعنی اینطوری نبودش که چون معمولا مخالف دولت هست تو این ماجرا هم جهتگیری به وضوعی کرده باشه، جز این تیتری که میبینید. این تیتر که نقل دقیقی هم نیست از حرفای آقای رالیجانی، فقط تیترشه که به نظر میاد خیلی تنده و علیه دولت. توش که میریم غیر از گزارش اون چی که اتفاق افتاده چیز مهمی نداره. اصولا دو سه روز آخر هفته روزنامه جوان روزهای آرومی رو گذروند وقتی که اون جدل تند بین اون دو تا بزرگوار رد و بدل میشد. خب صحبت های آقای روحانی بعدش در واکنش به همین بود فکر میکنم، که گفته بود که مردم باید خبردار بشن که از کجا این پول ها به کجا رفته. و ولی در حقیقت حرف اصلی اگه بخوایم خیلی خلاصش کنیم اونجاییست که آقای روحانی فاش میکنه که دولت به دلایل متعدد معتقد بوده که آقای بابک زنجانی باید در اختیار وزارت اطلاعات باشه، که نبوده، به خاطر اینکه بدهی ها هم به دولت هست، ولی قوه قضاییه قبول نکرده و در حالی که دستشه حالا رئیس قوه قضاییه اومده میگه دولت به کار خودش ادامه بده و رئیس قوه قضاییه به صراحت میگه تعقیبش دست شماست، یعنی نگهداریش و تصمیم گرفتن و ایناش دست ماست ولی مسئولیتش دست شماست. به طور خلاصه جدال طرفین بر سریم. بریم سراغ سیاست روز. سیاست روزی گزارشی داشت به نظرم یه ذره عجیب رسید، ولی خب به هر حال به نظر میرسه که خب خیلی هم عجیب نیست در این روزگاری که خیلی شما گزارش‌های جونداری در روزنامه‌ها یا در اکثر روزنامه‌ها، نه همشون، خونده نمیشه. اینه که حال روزنامه هم بر عهده دارن که حتما طرف یکی از طرفین دعوا رو داشته باشن، گاهی اوقات خیلی کم میارن. یک گزارش این پایین هستش به صورت مقاله، وقتی فضای مصاحبه مطلوب مصاحبه شونده میشه، مقلوب مصاحبه شونده. من این تیتر رو که دیدم راستش اصلا نفهمیدم قصه چیه، چون هیچی توش نداره. آره یک نقل قولی شده است که به نظر من عجیب رسید. اصولا کل این نوشته، حالا نمیدونم باید بهش بگم مقاله یا یه اسمی بر از آقای به اسم دیوید بیلو، نویسنده و محقق، یکی از نخستین کسانی است که در ارتباطات مدرک دکترا گرفته. کجا جهان دیگه لابد، چون دیویده، چون اگر یه ایرانی بود میگفتیم در ایران، ولی در دنیا یکی از اولین کسایی که ارتباطات مدرک دکترا گرفته باشه. یه جمله از ایشون نقل میکنه که خیلی ارتباط نداره به این مناظره تلویزیونی یا مصاحبه تلویزیونی، و بعد از اون یه چیزای کلی میگه راجب نور، راجب فضا، راجب عمق، این چیزای بدیهی که برای امور فنی خب یا امور بدیهیه، ولی ربطش به این مصاحبه خیلی معلوم نیست، چون خیلی تطبیق نمیکنه با این مصاحبه. اینکه نور اون پشت پررنگ باشه، عمقش دیده نمیشه و اینا، یه مشکلی است که حالا وجود داره قسمت‌های فنی میشه همه جا مصرفش کرد، ولی به هر حال به طور کلی به نظرم نرسید که خیلی مقاله واضحه. خب بریم بعدی صبح نو رو ببینیم. صبح نو محض اطلاعاتون روزنامه است که در این عرصات که خب هر جناحی یه دونه یا چند تا روزنامه و رسانه داره، صبح نو هم یکی از نشریاتی است که آقای از تشکیلات آقای قالیباف میاد، شباهت داره به تهران امروز. تهران امروز نشریه‌ای بودش که گروه آقای قالیباف در آستانه انتخابات پیشین از سازمان تبلیغات اسلامی خرید یا گرفت، ما نمیدونیم چیه، و حال امتیازش آقای طلایی داشت و روزنامه خوبی هم بود، روزنامه تهران امروز. ایتون باشه هم روزنامه ایست که سر لوگوش بحث و گفتگو بله. شد و ایراد گرفته. خب این هم از همون رنگا به نوعی استفاده بله. کرده. همه نشونی های اون روزنامه داده شده، تیم هم بیشتر همون تیم هست و اشاره میکنه. میبینید که خبری که انتخاب کرده راجع به انتخاب آقای کاظمی، بله محمد کاظمی شاعر افغان هست که دبیر 11 جشنواره شعر فجر، خیلی خوبه دیگه، خبر خیلی خوبی است و روزنامه هم به درست فهمیده که این خبر خوبی است، منعکس کرده. اون بالا هم یک لگدی از دید گروه آقای سعید جلیلی اینا به دولت رفته میشه، برچیده شدن 2000 سانتریفوژ فردو، که اینم حالا بعداً لابد راجبش گفتگو خواهد شد و اثبات یا تکذیب خواهد شد. خب مرسی، این آخرین مورد از روزنامه ها بود. بریم سراغ کارتون ها ببینیم انتخاب شما چی بوده. اولین کارتونمون کار هادی حیدری هست، مثل همه کارهای او قوی است و پیداست خب درباره موضوع مطرح هفته است. خب بعدی رو ببینیم که دو تا کارتونیست دیگه راجب آغاز سال نو میلادی چجوری دیدند. فیروزه مظفری است، اون سال 2016 که بیچاره معلول شد از صحنه رفت بیرون، معلول این تفلک هم که داره میاد خیلی به هدف برسه، میرسه تازه به
دنیای نارنجکی. خب بریم بعدی رو هم ببینیم. و خونبس، خونبس عنوان کارتون حسن کریمزاده است که یه ترکیب گرافیکی خیلی خوبی هم داره. میبینید که این طرح منو یاد اون ترانه آقای شجریان میندازه، تفنگت رو زمین بگذار. بله. خب بریم سراغ برگزیده ها اگه موافقید آقای بنیان. ببینید ما دو تا گزارش رو به سرعت در حدی که وقتمون هستش ببینیم. یکی این گزارشی است که خانم مریم تالشی نوشته و در روزنامه ایران میاد که صحبت از این میکنه که این بچه های پاخت از زمانی که یک خط لوله‌ای به اسم ماشین دودی وجود داشت که بلژیکی‌ها ساخته بودن زمان ناصرالدین شاه، یه محله‌ای هم اونجا به وجود اومد که بهش گفتن بچه های پاخت. وقتی ماها به دنیا آمدیم، یعنی بگو 70 سال پیش اگه نگم 100 سال پیش، در اون زمانها گاهی اوقات ما یک کسایی رو میدیدیم که دست و پاشون از دست رفته، معلولن، میگفتن اینا بچه های پاختن، به خاطر اینکه اون بالا میدویدن و میفتدن میرفتن زیر قطار. یه داستان قدیمی است بین اون بخش از تهران، یعنی بخش جنوب شرقی همچنان هم داره تکرار میشه. ظاهرا جاهای دیگه هم قابل تکراره، چرا که این گزارش درباره بچه‌هایی است که اونجا می‌بینیم پای کنار خط نشستن، از اون فنسه پریدن اومدن این طرف و نشستن با هم مسابقه می‌ذارن، پول جمع می‌کنن، بعد یکیشون مثل اونجا که می‌بینین گوشتو می‌چسبونه به خط و تا آخرین لحظه منتظر می‌مونه. اون کسی که آخرین بار نگاه می‌کنه به قطار از ترس، اون آخرین کسی که نگاه می‌کنه برنده است. یعنی کسی که زودتر میترسه طبیعتاً از بازی میره بیرون، یعنی هر کی خطر بیشتری میپذیره اون بازی با مرگ دیگه. چه بازی وحشتناکیه. البته میدونی که این در دنیا سابقه داره، در ادبیات آمریکا فراوون بله. هست، در همین بریتانیا هست. اینا چون قبل از ما ترنددار و قطاردار شدن، بنابراین از این خطرها هم اونجا شده بوده. اتفاق افتاده. خب بریم مورد بعدی رو ببینیم. اما گزارش دومی گزارش شهرونده که محمد باقرزاده نوشته. اگر اینا یه هفته پیش قضیه گورخواب‌ها رو این همین گروه اجتماعی شهروند بیرون نکشته بود، این دفعه جا داشتش که با این گزارش بنز کافی تکون بخوره افکار عمومی. قبل از اینکه بیشتر توضیح بدین، دو تا مورد به نظر من میرسه. یکی اینکه عنوانش تن من حراج یه جورایی برگرفته از اون عنوان اون فیلم هست، تهران من حراج. بله. بعدم اینکه گراناز موسوی ساختتش، بعدم اینکه این گزارش که الان شما توضیح میدین چی هست، به طرز عجیبی در شبکه‌های اجتماعی من دیدم دست به دست میشه. بله دیگه، ولی اصولا تو فضای داخلی خیلی هنوز گورخوابا تسلطش بیشتره، بحث و گفتگوهایی که طرفین با هم دیگه بله. میکنن. اینجا صحبت از این استش که یک آدم‌هایی وجود دارن که برای گرفتن دیه میرن تصادف‌های ساختگی ایجاد میکنن. گزارش به درست خیلی خوب انتخاب کرده آقای باقرزاده، اشارش به خود اصل موضوع نیست که ممکنه بگیم در همه جای دنیا هست. در همه جای دنیا برای اینکه سر بیمه رو کلا بذارن حتی بله. اتفاق میفته. حتی این اواخر فیلمی هم، فیلم مستندی راجع به اینکه تو امریکا انگشتش رو کسی بریده بود بخاطر اینکه بتونه بیمه پول بگیره، ساخته شده هستش. ولی اینجا عبارت از این است که پیمانکار داره این کار، کاملا سیستماتیک. آره، یعنی اون رفته کشف کرده که آدمی هست که به اون آدمه پیشنهاد میده، وقتی وارد صحنه میشه، یعنی پای سالمی رو گذاشتیم با چکش میزنین که بشکنه این استخون، و با اول و دومی سومی نمیشکنه، گزارش خیلی گزارش تکون دهنده میشه. گزارش یکی از یکی تلختر. خب بریم سراغ یک روزنامه ورزشی. خب آره دیگه، ما در تمام صفحات روزنامه که گفتیم این ماجرای ورزش رو نگفتیم. اجازه بدیم با این همشهری ورزشی، با این تیتر مرسی اه که شما میدونین از کجا میاد، میاد از شبکه‌های اجتماعی میاد. بله. جالبه که خیلی از محتواها از شبکه‌های اجتماعی به رسانه‌ها ورزشی ها خیلی تو این کار میشه. به حال اشاره است به حرکت عجیب و غریب آقای کیروش که بعد از اینکه آقای برانکو انتقاد کرده بوده، در این دو تا تیم مربی، دو تا مربی خارجی هم هستن با هم، که اگه داخلی بودن میگفتیم داخلی‌ها با هم دیگه جنگ میکنن. یعنی آقای برانکو، آقای کیروش، سر اینکه خلاصه تیم پرسپولیس میخواد که مسابقه حساس شده براش، بنابراین صدر جدول رو حفظ کنه، در همین حال تیم ملی داره آماده میشه برای بازی بسیار مهم با قطر. این دو تا با هم حرف زدن، یه مرتبه آقای کیروش این وسط انقلاب کرد و پرسپولیسیا رو برگردون تهران، گفت بفهم برین سراغ برانکو. به همین صراحت. به همین صراحت و سادگی. خب این آخرین عنوان برگزیده‌ای بود که راجعش حرف زدیم. بریم سراغ مجله ها ببینیم در مجله ها چی میگذره.
بله، داریم با یک هفته یا یه ذره بیشتر تأخیر میرسیم به نشریه معتبر اندیشه پویا. اندیشه پویا که همچنان که ملاحظه میکنید در روی جلدش آقای موحد رو داره، به خاطر اینکه گزارش اصلیش راجع به آقای موحده. چه عکس خوبی هم هست. خیلی عکس خوبی است. و چند تا همینطوری به طور کلی بهتون بگم که لازم نیست که آدم به اصطلاح تو جزئیاتش بره، حالا یه ذره بهش اشاره خواهیم کرد. یک گزارشی است که حاصل یک گفتگوی تقریبا مفصلی است که سیروس علی‌نژاد کرده با آقای موحد. الان سال هاست که آقای علی‌نژاد داره میکنه، فکر کنم کتابش هم آماده شده باشه الان دیگه، روی آقای موحد که واقعا جذابترین چهره است، شبیه به گفته یکی از بزرگان، شبیه چهره های تاریخی متقدم آدم های مشهوری مثل خیام و سقراط و اینها میمونه آقای موحد. اولا تو زمینه های مختلفی، بعدم آقای موحد انقدر آدم فروتن و کم حرف و کم حاشیه است که اصولا همه این هنرها رو برای نسل امروز توی 65 سالگی رو کرد. یعنی تا قبل از این خصیصین شهر میدونستن که ایشون چقدر تو حقوق بین الملل تو امور نفت وارده، چقدر تو عرفان کار کرده و تو این زمینه های مختلفی که با هم فاصله دارن. و الان تو این سالهای اخیر کتاب های متعددی که چه در مورد نفت و به خصوص حقوق نفتی، چه در مورد مسائل عرفانی و مسائل دیگه از آقای موحد در اومده، یه مرتبه انگار نسل جدید رو با یه چهره ای از بن تاریخ بیرون اومده روبرو کرده. اینجا پس بنابراین یکی مصاحبه آقای علی‌نژاده که خیلی خوب هست، که حرفای خیلی خوبی هم آقای موحد توش زده شده، خیلی خوبم مصاحبه انجام شده و نوشته شده، یکی مقاله است که آقای ابراهیم گلستان نوشت. این دو تا بزرگوار چون در نفت یعنی در آبادان و تقریبا با همدیگه شروع میکنند روزگار رو، و موقعی است که آقای موحد رفته تو بازار که بره تاجر بشه، چنان که خانواده میخواستن، ورشکست شده. قبلا طلبه بوده، درس علمی خونده بوده. عجب. و بنابراین در این حال اومده از سر ورشکستگی و بیکاری اینا سر در آورده در آبادان و در اونجا شروع کرده که بعد به این مدارج و به جای خیلی مهم. همراهش یک مقاله کوتاهی هم از آقای مرادی کرمانی، هوشنگ مرادی کرمانی، که از شیرینی و شیرین نویسی او همین بس که مقاله رو اینطوری شروع میکنه: بین من و آقای موحد یه قندون فاصله است. و اشارهش به اینه که ما در یه فرهنگستانی 4-5 سال عضویم، بغل همدیگه میشینیم، یه قندون مشترک داریم با همدیگه. و از اینجا شروع میکنم، مثل همه نوشته های آقای مرادی خیلی شیرین و گفتنی. من خیلی عجله دارم که بریم سراغ مجله بعدی که مجله زنان. باید داشته باشین دیگه، معلومه. سرمقاله خیلی خوبی داشت. اولا بگید که بعد از پیام منتشر شده است. واقعا بعد از چند ماه که خود خانم شرکت تو سرمقالش نوشته که مایوس شده بودن و دل زده و فکر میکردن که دیگه کاری از پیش نمیبرن و مجله رو تعطیل کرده بودن، دوباره به این نتیجه رسیدن که یک عشقی هست، یک پیامی هست که باید رسیده بشه. و حیفه که کنار بشینن، دوباره اومدن به میدون خوشبختانه. و البته از اختلاف نسل ها هم صحبت میکنن در مورد جوانهای اون زمان، زمان ما، و جوانهای الان، جوانهای نسل شبکه‌های اجتماعی که به هر حال برای اونها هم باید پیام داشته باشن و به نظر من دارن. به نظر میرسه اینطوریه. اولا من از کسایی که الان با مجله کار میکنم متوجه میشم که دیگه تقریبا تعداد کسایی که از اول با زنان بودن دیگه نیستن. همینطوره. هستن چند نفری ولی اونقدر نیستن، کمتر اسامی. این گزارش های حالا مقالات و تحلیل ها اینا اصلا کار ندارن، ولی گزارش های زنان امروز اصولا نشریاتی که خانم شرکت کار کرده، چه موقعی که زنان بود چه حالا که زنان امروزه، به گزارش خیلی توجه داره و به نظرم این بسیار نکته مهمی هستش. همین این شماره هم نگین ستاری یه گزارش تهیه کرده راجع به مشاغلی که گویا منحصر است به زنان. حالا بعضیا چه تقسیم بندی میکنن. آره. دیگه میگن به 1001 دلیل این کارها رو مردها ممکنه بهتر انجام بدن. آره. این کارها رو زنها، در صورتی که همین گزارشایی که ما توی این مجله میبینیم این مرزبندی رو زیر سوال میبره. همین تاکسی، نجاری، دیدین که این خانمایی که نجارن، مال همین خانم نجار هستن. ببینین که چه درباره مشکلات سوال کردن، از دستکشی که اندازه دست خانما برای نجاری نیست. دقیقاً. و برای مردها هست. مشتریاشون خیلی سخت باورشون میکنن که چطور شما کار به این بزرگی دارید انجام
میدید. اولش یه خانمی هستش که یک خودکاری رو میگه، من آرزوم بوده همیشه این رو بذارم پشت گوشم، دوست داشتم این کارو بکنم، ولی به خاطر شالی که رو سرمه نمیتونم به این آرزوم نمیرسم. سینا قمرپور هم گزارش خوبی از فرزانه اون قاتل بسیار خیلی. بیمار بود نی؟ بسیار تکان دهنده است، مثلا که بایپولار بوده، بیماری دو قطبی داشته و مشغول مداوا هم بوده، ولی با تمام این تفاصیل بازم این گزارشو که آدم میخونه حالش بد میشه، خیلی تلخه. در مورد قتل مادری هستش که خانواده رو دونه دونه با خون سردی به قتل میرسونه و بعد راحت تعریف هم میکنه که چه کرده. خب بریم سراغ فوتبال. بله، این دنیای فوتبال اهمیتش به این هستش که خرق عادته. عکسی از آقای خسروانی، نه اون چهره تیمسار خسروانی همیشه ای که قبل از انقلاب دیده میشد به عنوان یک نظامی خیلی نسبتا جوان که خیلی هم زود سپهبد شد و اینها، بلکه تصویر از پیری ایشون هست که در لندن زندگی میکردن. ولی درسته ایشون حتی در همه این 30 سالی هم که تا پارسال که زنده بودن در لندن، این عشق به تاج، تاجی که الان اسمش استقلاله و ایشون بنیانگذارش بود، این در تمام وجودش بود. یعنی حتی یک بار که من دیدمش تو خیابون دستش اگزما زده بود، گفتم چی؟ گفتیم بازی آخری استقلال پرسپولیس، منو ببین چیکار کرده. و واقعا اینقدر براش موضوع حساس بود. گزارشی فراهم کردن، یه گزارش خانم ناهید مهدوی نوشته است درباره اصولا تیمسار گذشته کار، ناهید مولوی ببخشید اشتباه گفتم، و یک گزارشی هم آقای افشار درست کرده است، ابراهیم افشار، درباره باز سکانس های مختلف زندگی تیمسار خسروانی، چه موقعی که شروع کرد به دوچرخه سواری و بعد تاج رو چجوری درست کرد و با چه، بعدم شد بزرگترین مؤسسه ورزشی کشور دیگه. من هیچ وقت طرفدار تاج استقلال نبودم، پرسپولیسی قرمزم، ولی اینکه بگیم که تیمسار خسروانی بنیانگذار اولین باشگاه بزرگ ورزشی بود و حتی باشگاه تنیسش بعداً اهمیت زیادی و در پرتوی شغلای دیگه‌اش قرار می‌گرفت. او تا رئیس سازمان تربیت بدنی رفت، ما هم ناراضی بودیم، همون موقع سرود ساخته بودیم تو امجدی، اینور پلیس اونور پلیس پرسپولیس، وقتی که تیم سار میومد اونو میخوندیم. ولی به حال این واقعیتی است که مجله بهش پرداخته. خب بریم آقای بهنود نکته آخر مطبوعات این هفته رو ببینیم برای نکته آخر. اگه سری نگاه کنیم، بله، این کارتون رو دارید میبینید که در حقیقت اشاره است به همین حوادثی گفتیم و به خصوص قسمت ورزشش، یعنی مجادلاتی که حرفی داره همینطور این برانور میشه، بازی فراموش شده و طرفین به همدیگه حرف پرتاب میکنن. آیدین سیاسری تو صفحه طنز همشری شوخی کرده بود، نوشته بود خبر میرسه که باد تونسته آلودگی هوای تهران رو بین ببره، امیدواریم که مه و خورشید و فلک هم بیان کمک کنن. والا ما بیکار نیستیم که از صبح تا شب بشینیم آلودگی رو سر سامان بدیم، عناصر طبیعی هستیم، بیان وظیفتون انجام بدین. داشتیم برای عناصر طبیعت برنامه ریزی میکردیم که مرتبه خبر رسید از جمعه هوای پایتخت برای تمام رده‌های سنی ناسالمه، یعنی بادم خودشو کشید کنار. آخه این شد زندگی؟ شما برین خودتون یه جوری با هم دیگه حل کنین دیگه. تا حالا ما گروه سنی جیم رو ناسالم اعلام کرده بودیم که نیان بچه های کوچولو، بعد از جمعه همینطور رفت جلوتر، حالا دیگه بالای 18 سال همه اومدن تو دور، الحمدلله دیگه تفاوتی نیست، برای بزرگترها هم شهر تعطیل شد. آخرش هم نوشته که آخرش چی میشه، مردم برای نجات از مرگ در سر آلودگی هوا در راه فرار به شمال تو جاده کشته میشن. به حال فراری نیست ازش، نه راه گریزی نیست. ممنونم آقای بهنود از شما، خیلی متشکر. قبل از اتمام برنامه چند تا از پیام ها و ایمیل های شما رو میخونم. مثلا ایمیلی که از منوچهر دریافت کردیم، گله کرده بود از برنامه 60 دقیقه که چرا به طور جامع و کامل به مسئله برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پرداخته نشده. ما چندی پیش در برنامه دیدبان مفصل توضیح دادیم که هنوز ابعاد و چگونگی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای سران حکومت و دولت بریتانیا هم مشخص نیست، چه برسه برای اتحادیه اروپا. ولی بی بی سی فارسی اخبار مربوط به برگزیت رو دنبال میکنه و مخاطبانش رو در جریان جزئیات این ماجرا قرار میده. ایمیل دیگه ای داشتیم از برنامه های موسیقی بی بی سی فارسی انتقاد کرده بود که خب هرچند کاملا انتقادات نویسنده نامه روشن نبود، انتقاد شما رو با سردبیر برنامه‌های موسیقی در میان می‌ذاریم و در آینده به طور مفصل درباره‌اش صحبت می‌کنیم و توضیح می‌دیم.
هفت واد از کرمان از کاربران تلگرام به ما در تلگرام پیام داده و خواسته که گزارش‌های حوزه اجتماعی، محیط زیست و حقوق بشر رو در کانال تلگرام قرار بدیم. همکاران بی بی سی فارسی در این بخش سعی می‌کنن تا گزارش‌های اجتماعی، زیست محیطی، حقوق بشری رو به طور پی دی اف که قابل چاپ باشه برای شما در کانال تلگرام قرار بدن. قول دادن که از این به بعد بیشتر همین کار رو بکنن، گزارش‌های مربوط رو، اون چیزایی که شما می‌خواید، یعنی در مورد محیط زیست و حقوق بشر و موارد اجتماعی دیگه. و بریم سراغ ایمیل دیگه‌ای که از مهین دریافت کردیم. در این ایمیل به گفتگویی که در برنامه به عبارت دیگر داشتیم اشاره شده که با همکلاسی شهبانوی سابق ایران انجام شده این گفتگو. اسم مصاحبه شونده و لینک مصاحبه رو خواسته بود از ما، گلم کرده بود که بی بی سی هرگز پاسخش رو نمیده و ارتباط مخاطب با بی بی سی یک طرف است. مصاحبه مد نظر مصاحبه با ویدا حاجبیه که لینک مصاحبه رو هم برای مهین فرستادیم. از همینجا هم اعلام میکنیم که دیدبان همیشه علاقمنده که نظرات و انتقادات شما رو بشنوه و اونها رو منعکس بکنه و در حد ممکن به اونها پاسخ هم بده. ممنونم که نظراتتون رو با ما در میون میگذارید. ما دوست داریم از صدا و تصویر شما هرچه بیشتر در دیدبان استفاده بکنیم. با دوربینتون از خودتون ویدیو بگیرید، با ما حرف بزنید، با تلگرام صداتون رو ضبط بکنید. هشتگ دیدبان یادتون نره به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @bbc شما. راههای تماس ما همش برای شما بازه و مدام چک میشه. پیامگیر @bbc شما در تلگرام، همونطور که گفتم صدا و ویدیو، همینطور راههای دیگه ای روی صفحه تلویزیونتون الان دارید میبینید. صدا و ویدیو رو میتونید برای ما ایمیل هم بکنید با آدرس didban@bbc.co.uk. یادتون باشه اگر خواستید ویدیویی از خودتون ضبط کنید حتما تلفنتون رو به شکل افقی بگیرید که فیلم قشنگ قابل پخش هم باشه اگر خواستیم نشون بدیم توی این برنامه ها. و تشکر میکنم که با ما همراه بودید. از طرف خودم و آقای بهنود با شما خداحافظی میکنم و شب و روز خوشی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.